چش از ماها آقای شجریان اینا بیشتر بود، اومد گفت برادر، اون گفت میخوام اینجا DDT بپاشم. گفت چرا DDT بپاشی؟ شما یک تله بذار دم قفس، دم سوراخ موش، یه پنیر لیقوانم بذار، این یه موش ها میان، یه تیغم بذار، بعد تیغ ناست هم باشه البته خوب ببره، موش ها میان یکی یکی پنیر میخورن، بعد میگن باه بچه پنیری، این تیغ میگره گردنشون میبره. حکایت مبارزه ماست. مردم میگن وای به روزی که مسلح شویم. ما اینجا نشستی میگیم نگیدا، به احترام مردم. مردم کیان؟ مردم پاپادوک دکتر دووالیه رو تا آخرین لحظه قبول نمی کردن مرد. پسرش مجبور شد بیاد رو بالکن قصر بگه آقا پدر من مرد. همه سنگ زدن به قصر، گفتن نمی میرد، خدا نمی میرد. حالا شما روشنفکران، چراغداران، به جای اینکه جلوی مردم را برید در کنسرت، بعد میگین به به آقای شجریان چه آهنگی خوندن. تفنگت رو بردار. به کی میگه تفنگت رو بردار؟ الان میگه از صدا سیما پخش نشه. اون همه اطلاعیه در مرگ اونا داد و خوند، یک عالم همه وضع مالیشون خوبه، از زندگی های خصوصیشون میگذرم که تمام سیغه ها و چندزنی رو تمام هنرمندان انجام دادن. کشور بی هنر، بی هنرمند گرسنه نباشد. ما نمیخوایم از خود شاعر منم بذارید بیخ گلوله بزنید، نباشن شاعران و نویسندگان. خوشبختانه 70 میلیون هم شاعران هم نویسندن هم خواننده همه چی هستن، نباشند این نویسندگان. من این بحث رو مطرح میکنم، ما باید پیش از مردم و جلوی مردم را بریم. و برای چی تو این جلسات شرکت میکنیم؟ برای چی برگزار کنندگان این جلسه خودشونو با آب آتیش میزنن با سختی و بدبختی، و ما با همه فقر و بیچارگی 10 تا قطار هواپیما سوار میشیم اینجا بریم چیکار کنیم؟ من میام خودم به شما نشون بدم، تمام دستگاه تلویزیون ها ارتباط جمعی راست جهان به روی من بازه، من اینجا چیکار دارم؟ نکنید، سه بار میگم نکنیم، نکنیم. اینها شکنجه‌گرم نیستن که ما ببینیم بگیم آی آقای مخمل باف شکنجه میکرد. چجوری گنجی اومد نماینده فکر ما شد؟ چپ راستین همه امضاهای بزرگ بزرگ، وقتی گنجی آمد در زندان بود نمیگفتند ما از حق یک بشر دفاع کنیم، میگفتند مینوشتند آقای گنجی پلنگ دره دور که در دام کرکسان اسیر شده است. خودش کرکس بود تا دیروز، چجوری در دام کرکسان اسیر شد؟ چرا هیچ کس برای فرزاد کمانگر چی نگفت؟ چرا فیض مهدوی رو کشتن و کسی حرف نزد؟ فیض مهدوی مجاهد بود، مجاهد که بالاخره در تبعید داره، حالا هر چی سکته مذهبی چه کار داشتیم وقتی مرضیه اومد به مجاهدین پیوست؟ 10 سال رادیوها ترانه صدای زیبای مرضیه رو پخش نمی کردن، صدای خاطرات ما رو پخش نمی کردن. مگه مرضیه چیکار کرد؟ مگه طاهر قرة‌العین چیکار کرد؟ شما دوزش دارین اینقدر از مذهبی به مذهبی دیگر رفت مرضیه؟ من خطش قبول ندارم، مرضش قبول ندارم. رفت به مجاهدین پیوست دیگه، به گروهی در تبعید پیوست، به سکتی در تبعید پیوست، به مذهبی در تبعید پیوست. شما رو به ایران همه اون کارا رو دارید میکنید، چرا کنسرت مرضیه نرفتید؟ من خودم یکی از کسانی هستم مغبون خودم احساس میکنم، از ترس شما نرفتم کنسرت مرضیه. میدونید؟ نه، اینا رو ببینید، اینا گریه داره خنده نداره، باور کنید. و من فقط چی اجازه میلا منو دعوت کرده بود به برلین، بذار چه درباره شما بگم. زنگ زد به من گفت که بیایید برلین، بیایید برلین و درباره نه محاکمه نیست، دارم با اتفاقی که بین ما افتاد. گفتم چه خبره؟ گفت خانم زهرا کاظمی رو کشتن، شما هم بیا جز سخنرانان باشین. گفتم من میام، ولی من چون شرافتمندم از الان میگم موضوع سخنرانی من چی خواهد بود. گفت چی خواهد بود؟ گفتم میخوام بگم زهرا کاظمی که کشتنت محکومه، دو پاسه رفتی ایران که عکس بگیری، حق بشره که بری به کشورت،
نه که بگم حق نداری، باید بری به کشورت. تو دوباره رفتی، ریسکم نکردی، فکر کردی واقعا جامعه مدنی است، فکر کردی این حیوانات، حیوان بیچاره میفهمن. تو رو کشتن فقط یک قرار داد کانادا با تو کم، با ایران کم کرد، اتفاقی نیفتاد. من به هیچ کدام از این جناهای سبز و قرمز و آبی هر رنگی میخوام باشن، به این دروغ ها نه باور دارم نه قبول میکنم. مبارزه ما همون مبارزه اوله، وای به روزی که مسلح شویم، یعنی هیچ رایی نداریم، فقط با یه مش دیوانه طرفیم. وقتی ما رو میکشن، وقتی منو میزنن، من در شعرم گفتم وقتی منو میزنی، وقتی منو میکشی، چگونه من بگویم برادر پاسدار گل به تفنگت بزن؟ آخه این چه رسمی شد؟ هی 30 سال سب میکنیم یه گل میزنیم به تفنگ یکی دیگه، پاسداران به ما پیوستن، باز یک رژیم بی شرف دیگه رو میاریم سر کار. چرا میکنیم؟ ما که پیر شدیم، ولی این جوونا رو دریابید. تشویق جوانان، میگه جوانه از 18 سال به بالا اگر قتل کنه میکشنش. خب جوان باشه، مگه جوانی یا پیری افتخار رو ننگه؟ من تمام میکنم، بله من تمام میکنم، من با یه شعر جاکشا رو میخونم و تمام میکنم. من واقعا خجالت میکشم وقتی ما خیال میکنیم احترامه. آقای محمد علی سپانلو، شاعر بزرگ، نشان لژیون دو نور فرانسه رو گرفت، به نام جورج بابایی کتاب هویت می نویسه. چرا می بندیم چشممونو به روی این چیزها؟ من شعر جاکشا رو می خونم میرم، چون کم کم فکر می کنم منو چیز کنن دیگه، اخراج کنن. جاکش ها در میان ما جاسازی می کنند، جاکش ها در میان ما جاسازی می کنند، جاسوس در میان ما جاکش ها جا به جا جاسازی می کنند. غیر قانونی نیست. نوستالژی به یاد روزهای عرق خوری در مرمر، کافه نادری، ریویرای قوام السلطنه، خاطرات مدرسه، دانشگاه، کارخانه، روزنامه، همکلاسی، همکار، روی یک نیمکت، در یک اداره، دور یک میز، گرد یک منقل، در یک زمین ورزش، جاکش ها نبوده ها را عکاسی می کنند. نمی شناسی، ندیده ای، بوده ای اما در پس پشت خاطره قماربازی، کلاشی، پشت هم اندازی، نمی شناسی، نمی شناسیشان. کافه هایی که تو به یاد نمی آوری، گیلاس هایی که هرگز بالا نبرده ای، هم کلاسی هایی که هرگز ندیده ای. مثل ما با ما می گویند کار، مثل ما با ما می گویند، مثل ما با ما می گویند تضاد، مثل ما با ما میگویند کارگر، میگویند کارخانه، کارفرما. مثل ما مشتاشان را گره میکنند و میگویند همه آن چیزهایی را که ما میگوییم. دستمان را میفشارند محکم، رفیق، و همراه ما سرود میخوانند. تنها ما توده جهانیم، میگویند ما، و از ما نیستند. جاکش ها همه چیز را در میان ما جاسازی کرده اند. روزنامه نگار، طنز پرداز، مقاله نویس، نویسنده، شاعر، آوازخوان، هنرپیشه، کارگردان، نقاش، قهرمان، از همه رقم. جنسشان جور است، کم نمی آورند. جاکش ها همه چیز را در میان ما جاسازی کرده اند.